من رضا شمیرانی هستم، از یکی از محدود بازماندگان قتل عام زندان اوین. اکثر دوستان من کسانی هستن که از زندان گوهردشت موندن، ولی زندان اوین به خاطر شرایطی که داشت یک قتل عام تمام عیار اونجا اتفاق افتاد، خصوصا به خاطر زنان مجاهد و مبارز که در زندان اوین بودن و متاسفانه هنوز اطلاعات زیادی از اونها داده نشده. من 20 ژوئیه 1981 دستگیر شدم و 20 ژوئیه 1991 از زندان آزاد شدم. زندانه کمیته توحید بودم که وابسته به وزارت اطلاعات بود. بعد زندان 209 اوین رفتم که باز وابسته به وزارت اطلاعات بود. تا سال آوریل 1986 زندان قزلرسار بودم و 1986 مجدداً به زندان اوین برگشتم. و چون دوستان صحبت رو کردم، من خیلی خلاصه میگم که وقتمون هم گرفته نشه. در تو با مقدمات و زمینه سازی برای این قتل عام، به عنوان یکی از کسانی که شاهدین این مقدمه سازی بودم، از خودم براتون بگم، اوت 1987 من از زندان اوین به برای بازجویی به سلولای انفرادی رفتم. مدت 10 ماه من تو سلولای انفرادی به خاطر تشکیلات زندان بازجویی می شدم. زیر ضربات و فشارهای جسمی روحی شدید بودم و به خاطر اینکه اطلاعات زندانیان رو حفظ کنم، مجبور شدم دست به خودکشی بزنم و با خوردن پودر آرسنیک که هنوزم عوارض جسمی اون رو زرش می کشم ازش، مجبور شدم به این کار دست بزنم. و تو مقطع اعدام ها، یعنی تا ژوئیه 1988 من تو سلول انفرادی بودم. توی زندان اوین برخلاف زندان گوهردشت، در واقع 27 ژوئیه 3 روز قبل از اینکه اعدام ها تو زندان گوهردشت صورت بگیره، 27 ژوئیه ساعت 5 بعد از ظهر در زندان اوین این جنایت اتفاق افتاد که هم اتاقی من هم سلول من رو به اسم امیر عبداللهی، محمد رضا سرایدار و علی رضا ایوزی از هواداران مجاهدین بردن و همون 27 ژوئیه اینها رو اعدام کردن. خود من 30 ژوئیه 1988 به نزد هیئت مرگ رفتم. توی ساختمانی که هیئت مرگ مستقر شده بود، تمامی ساختمان مملو بود از زنان مجاهد و مبارز که اونها نشسته بودن و منتظر بودن برن هیئت، در واقع دادگاه که تشکیل داده بودن برای به عنوان هیئت مرگ در اعدام اونها. من یادمه که چشمم به چش داشتم و فردی منو صدا کرد، فکر میکردم یه پاسداره، دست منو گرفت و برد توی اتاقی. چشمندمو که برداشتم، نیری به عنوان حاکم شهر، مرتضی اشراقی داستان، پور محمدی وزیر مسئول وقت وزارت اطلاعات اونجا بودن. فردی که من رو برده بود تو نمیشناختم، ولی یک پرونده داشت دستش بود که در واقع در تو با بازجویی همون که براتون گفتم، این رو خیلی با نیری اصرار داشت که نیری این پرونده رو ببینه، با این عنوان که من یکی از مجاهدین سر موضوع توی زندان هستم. که خیلی خوب یادمه که نیری خیلی خطاب بهش کرد که آقا وقت نداریم، بده بره بیرون. بعدم فهمیدم این فردی که تلاش میکرد که اون روز حکم اعدام من رو بگیره، خود همین ابراهیم رئیسی بود. رئیسی من آورد بیرون، یه برگه به من داد و از من میخواستش که در تو با تشکیلات زندان بنویسم. یکی از اون افرادی که دنبالش بودن حسین میرزایی بود، شهید حسین میرزایی که خواهرش قبل از من برای شما صحبت کرد، برادرش مصطفی میرزایی که هم اونجا بود، کسایی بود که من روز 8 مرداد اونها رو اونجا دیدم. خب در رابطه با اون مقطع فقط این جنایت به ما ختم نشد. 18 مرداد من سربازای بسیار زیادی دیدم با لباسای یونیفرم نظامی، کسانی که زندان نبودن، کسانی که ظاهرا توی نوار مرزی، توی درگیری‌هایی که بین مجاهدین و نیروهای رژیم بود، کسانی که از حمله به مجاهدین خودداری کرده بودن، اینا همه دستگیر شده بودن و وقتی که به زندان اوین آوردن،
بعد از اینکه اعدام ها تموم شد، یعنی اواسط شهریور، ما هیچ اطلاعی از اونها نداریم که چه اتفاقی برای اونها افتاد و چه بلایی به سر اونها اومدش. خلاصه بهتون بگم کسانی که اعدام شدن کسانی نبودن، کسانی بودن که حکم گرفته بودن، ولی از بین اونها کسانی بودن که حکمشون تموم شده. حسین محبوبی 2 سال بود که از حکمش تموم گذشته بود، به قول ما ملیکش بهش میگفتیم، او هم اعدام شد. فردی به اسم محمد کوسچی، یک نقاش بود، یک نقاش تمام عیار، یه چشمش کور شده بود و چشم دیگه‌ش هم در حال کور شدن بود، یک بار بردنش بیمارستان فارابی و بار دوم به اتاق هیئت عفو رفت، به اتاق مرگ سپرده شد. بعد از اتمام دادگاه ها یک شب من رو فردی به اسم موسی واعظی، نماینده وزارت اطلاعات، من رو صدا کرد، گفتش که نظرت چیه؟ گفتم امنیت دارم صحبت کنم. گفت برای هر چی میخوای بگو بگو. گفتم چرا بچه رو اعدام کردید؟ گفتش که حکم امام بود. گفتم آکی درسته، ولی چرا اعدام کردید؟ شما کسانی رو اعدام کردید که اینا از بیماری روانی رنج میبردن. برگشت گفتش که تبلیغات حقوق بشری که شما، خانواده های شما در خارج از کشور و خود شما در داخل زندان، خانواده هاتون انجام دادنید، به ما فشار آورده و رژیم نمیتونه متحمل این فشار حقوق بشری بشه و به خاطر همین ما صورت مسئله رو پاک کردیم و از این بعد هم قصد نداریم که زندانی داشته باشیم، چون نمیتونیم فشار حقوق بشری رو تحمل کنیم. اینجا خطاب به آقای جاوید رحمان میگم که ببینید در واقع تلاشی که شما دارید میکنید، حرکتایی که دارید انجام میدید بسیار موثر هستش، انقدر موثر هستش که مسئول وزارت اطلاعات به صدا در اومده میگه به خاطر تلاشی که شما دارید میکنید رژیم تحمل نداره، علارغم تبلیغات گسترده‌ای که مبنی بر نفع فعالیت شما میکنه، ولی در واقع یک نقطه خیلی بسیار مهمی هستش که میتونه به رژیم ضربات خودش رو بزنه و کمکی باشه برای بازماندگان، برای خانواده شهدا، کسانی که الان گفتن حتی نمیدونن قبر بچه‌هاشون کجاست، خبر از قبر بچه‌هاشون ندارن. این برای ما نقطه امید هست، نقطه قوت هستش و به کمک تلاش‌های شما، فعالیت‌های شما، ما میتونیم این جنبش دادخواهی رو ادامه بدیم. چرا باید 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، 60 سال دیگه هیئت‌های تشکیل بشه؟ اون چیزی که در تو با آلمان نازی اتفاق افتاد، چرا الان نه؟ چرا این جنایت الان بررسی نشه؟ ما میدونیم که تا زمانی که جامعه بین‌الملل چشمش رو ببنده، ما هر روز شاهد اعدام‌ها و کشتارهای بیشتری هستیم. سال گذشته 850 نفر، فقط ژانویه امسال 50 نفر، بیش از 50 نفر. اینا همه نتیجه چشم بستن های جامعه بین‌الملل است. آقای جاوید رحمان، به کمک شما و تلاش شما، عفو بین‌الملل، ما میتونیم مانع از گسترش اعدام ها بشیم. هر یک نفر یک خانواده داره، گفتن الان در واقع یک نفر اعدام میشه یک خانواده نابود میشه. با تشکر از همه شما.